سالهاست علامتهایی داره دیده میشه که احساس نزدیکی ظهور داره تقویت میشه. خیلی علائم دارن خودشون رو نشون میدن. یه حرفهایی تو روایات ذکر میشه. ما قدیم که به شما میگم یعنی تا 20 سال پیش واقعا نمیفهمیدیم این حرفا یعنی چی، چجوری میخواد اجرا بشه، ولی الان خیلی طبیعی میدونیم اونا رو و به این سرعت مطالب غیر قابل پیشبینی الان تبدیل شدن به مطالب محقق شده و بسیار قابل پیشبینی. یکی از این مطالبی که درباره آخرالزمان گفته میشد و ما به سختی باور میکردیم، تا 3 سال پیش به سختی باور میکردیم، همین مسئله است که امروزه به صورت کرونا و بیماری فراگیر و کشتار جمعی که داره انجام میده، حالا تازه میگن مقدمشه. آیا این وضعیت کرونا همون وضعیتی که در روایات هست؟ نمیدونیم، ولی به ذهن ما چنین حادثه هایی که مربوط میشه به علائم ظهور رو نزدیک کرده. آیا این وضعیت کرونا همون وضعیتی که در روایات هست؟ آیا این وضعیت کرونا همون وضعیتی که در روایات هست؟ همون وضعیتی که در روایات هست؟ سالهاست بنده دارم عرض میکنم، شاید خیلی دیگر از افرادی که در این زمینه کار کردن و محققن اشاره کردن به این که ما علائمی رو داریم میبینیم که احتمال نزدیک بودن ظهور تقویت میشه. حالا تا من عرض میکنم نزدیکی ظهور، بعضی ها زود برق سفاز انگار میگیردشون و میگن تو گفتی نزدیکی ظهور یعنی زمان تعیین کردی. ابدا اینطور نیست. از همون سالهای ابتدایی که اینجور بحث ها شروع شد، خیلی ها به شدت منتقد بودن که آقا الکی مردم رو امیدوار نکنید، معلوم نیست ظهور کی باشه. جالب اینه که شدت انتقادها تو این سالها داره کمتر میشه، یعنی اون کسانی که منتقد بودن هم دیگه دارن کم کم با احتیاط انتقاد میکنن یا دست از انتقاداتشون بر میدارن. یعنی چی؟ یعنی احتمال نزدیک بودن ظهور داره قوت پیدا میکنه. یه روزی به ما میگفتن کسی یا جریانی به نام سفیانی ظهور میکنه. ما اصلا نمیتونستیم اینو بفهمیم که یعنی چی. سال 1400 دهه 80 یا دهه 90 طرفدار سفیانی یعنی چی؟ اینو اصلا نمیتونستیم بفهمیم، تا اینکه دواعش ظهور کردن و منطقه رو تروریست ها به آتش کشیدن و رسما علم سفیانی رو برقرار کردن. نمیخوام بگم اینا همون سفیانی انا، ولی زمینه اجتماعی طرفداری از در واقع ابو سفیان ایجاد شد جل الخالق. یا مثلا جنگ های آخرالزمان که در این منطقه هست که مناطقش رو شما میدونید، ما میگفتیم این مناطق که آرام هستن. حتی یادم ما بعد از جنگ 33 روزه با گروهی از دانشجوها رفتیم سوریه، همه مناطق سوریه که بعدها درگیری شد، همه این مناطق رو با اتوبوس سفر کردیم. بعد من به دوستان میگفتم اینجا رو ببینید چقدر آرامه، تو روایات فرمودن اینجاها شلوغ میشه، کشتار میشه، خیلی عجیبه. رفقا هم تا میشد همینجوری عکس میگرفتن. و چند سال طول نکشید تمام اون مناطقی که ما بازدید کرده بودیم تقریبا با خاک یکسان شد و اصلا اون زمان ما حدسش هم نمیزدیم این مناطق به این صورت آرام چجوری آخه دوچار جنگ داخلی بشه، ولی بعد دیدیم شد. ببینید یه حرفهایی تو روایات ذکر میشه. ما قدیم که به شما میگم یعنی تا 20 سال پیش واقعا نمیفهمیدیم این حرفا یعنی چی، چجوری میخواد اجرا بشه، ولی الان خیلی طبیعی میدونیم اونا رو و به این سرعت مطالب غیر قابل پیشبینی الان تبدیل شدن به مطالب محقق شده و بسیار قابل پیشبینی. پس ما باید هوشیاریمون رو بیشتر کنیم. یکی از این مطالبی که درباره آخرالزمان گفته میشد
و ما به سختی باور میکردیم، تا 3 سال پیش به سختی باور میکردیم. همین مسئله است که امروزه به صورت کرونا و بیماری فراگیر و کشتار جمعی که داره انجام میده، حالا تازه میگن مقدمشه. این روایاتی که در مورد بخشی از علائم آخرالزمان هست میفرماید 1/3 مردم روی زمین باقی میمونن، یا 1/3 با جنگ از بین میرن، 1/3 با بیماری از بین میرن. خب ما این روایت ها رو نمیخوندیم، میگفتیم که چه اصراری داریم حالا مردم رو مضطرب کنیم، به جای دعا برای ظهور مضطرب مرگ و میر فراگیر بشن. و بعد میگفتیم که چجوری میشه آخه 1/3 مردم با بیماری از بین برن. در روایت داره صبح طرف بیدار میشه سر حال، شب از دنیا رفته، شب سر حال، صبح از دنیا رفته. مثل این سکته هایی که بیماری کرونا نمونه هاشو جلوی چشم ما آورده. ما میگفتیم با این پیشرفت علم، این چه بیماریه که میخواد بیاد جان این همه مردم رو تو جهان بگیره. الان به سهولت داریم میبینیم پزشکی عاجزه از جلوگیری، همه واکسن ها جنبه اضطراری دارن و تازه مسئولین حتی کشور خود ما میگن ما میخواییم آماده باشیم برای اوج گرفتن انواع و اقسام همین بیماری در آینده نزدیک. روزانه در اخبار ما دارن خبر مرگ و میر اعلام میکنن. ما یه زمانی میگفتیم بخواییم چجوری میشه این همه آدم درگیر سری بیماری ها بشن و از دنیا برن. الان دیگه تبدیل شده به یک خبر عادی روزمره، روزی 3-4 مرتبه شما آمار مرگ و میر میشنوید. یکی از علائم ظهور پس شد این مرگ و میرهای فراگیر که در روایات متعدد به زبانهای مختلف از ائمه هدا علیه السلام، به ویژه امام صادق علیه السلام، به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام در کتابهای معتبر نقل شده. در برخی از این روایات آمده که یکی از شیعیان از امام صادق علیه السلام پرسید پس کی میمونه برای ظهور؟ امام صادق علیه السلام فرمودن، وقتی که امام صادق علیه السلام فرمودن خیلی قبل از ظهور با بیماری و جنگ از دنیا میرن، پس کی باقی میمونه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که آیا شما دوست ندارید جزو اون کسانی باشید که باقی میمونن؟ معلوم میشه شیعیان میتونن آخرالزمان در جنگ ها و در بیماری های فراگیر خودشون رو جمع کنن. بنابر این روایت، این هوشیاری شیعیان هست که میتونن خودشون رو از بلاهای آخرالزمان عبور بدن. و این معناش اینه که ما باید متفاوت از دیگر کشورهای جهان عمل بکنیم، هوشیارانه تر، عالمانه تر و هوشمندانه تر. تبعیت کردن از سازمانهای بهداشتی جهانی سم مهلکه برای ما، البته به 1000 دلیل. یکی از دلایلش ممکنه همین تحلیلی باشه که خدمت شما عرض کردم. سالهاست علامتهایی داره دیده میشه که احساس نزدیکی ظهور داره تقویت میشه. یه حرفهایی تو روایات ذکر میشه، ما قدیم واقعا نمیفهمیدیم این حرفا یعنی چی، چجوری میخواد اجرا بشه، و به این سرعت مطالب غیر قابل پیشبینی الان تبدیل شدن به مطالب محقق شده و بسیار قابل پیشبینی.